یه کلمه متوسط تقریبا نیم کیلویی هستش، خوردش میکنیم که بخوایم آبپزش کنیم، یعنی آبپز نه، بذاریم تفتش بدیم که آبش جمع بشه و برای پلومون آماده بشه. میتونید بچه ها برگ برگش بکنید، بشورید، بعد خورد کنید. و میتونید هم یه کار دیگه بکنید که همین مدلی که هست خورد کنید و بعد بشورید. اگر برگ برگ کنید به نظر من یه کمی کارتون سخت میشه، بعد دسته کنید، بافتش از هم جدا میشه، ولی اینطوری راحت تره که اول خوردش کنید بعد بشوریمش. تیکه هاشو نه خیلی ریز بکنید نه خیلی درشت. یه قسمتشو من نشونتون میدم که چقدر به چه حد ریز کنید. این تیغه های وسطشو اونا رو بعدن با دستتون، چون اونا کمی زخیم تر هستن، با دستتون یه کمی خودتون ریز ترش کنید که زودتر بپزه. ولی بقیهشو که برگه میتونید یکسان خورد کنید، با فاصله های یک سانت یک سانت برش بزنید. به مدت نیم ساعت بذارید توی آب خیس بخوره و بعد میشوریم، میذاریم که آبش بره و تفت میدیم که حجمش کمتر بشه تا بتونیم توی پلو استفاده کنیم ازش. این تهاش هم دیگه خب سفته که نباید خورد کنید، اینا رو دور بریزید. خب بچه بعد از اینکه کلما رو شستید توی مایتابه بزرگ یا قابلمه بردارید، بدون اینکه کفش روغن بریزید همینطوری بذارید که آبش بخار بشه. دیدید حجمش زیاده، 5 دقیقه یه نصفیش رو تفت بدید، دوباره اضافه کنید روش و بقیهش هم تفت بدید با هم دیگه. اگر که از این نمونه کلمی که من استفاده کردم استفاده می کنید، اینا مثل اون کلم برگایی خودمون خیلی آب نداره، ولی اون کلم برگایی که دیدید صافتر برگ کلمش، چین و چروک کمتری داره، اینجا هم هست ولی من از این نمونه گرفتم. ولی خب ایران اون نمونهش هم بیشتر هست که باش پلو کلم درست میکنن، اونا آب بیشتری داره، به خاطر همین میتونید سر مایتابه رو نذارید همینطوری آبش بخار بشه، ولی هر 30 ثانیه بار همش بزنید. ولی من الان برای این یه کمی در قابلمه رو میذارم که بخار کنه و کفش نسوزه. یه کمی که حجمش کم شد به خاطر اینکه از بوی کلم رو از بین ببرید و دوست ندارید بو داشته باشه، از آب لیمو ترش استفاده میکنیم و آب لیمو ترش رو میریزیم روش. 1-2 قاشق غذاخوری برای این حجم کافیه. حالا من دوباره تفت میدم و نشونتون میدم که کی لیمو ترش رو اضافه میکنم. خب بچه همزمان که دارید کلم رو تفت میدید، بیاین سراغ آماده کردن گوشت پلو کلم. من اینجا 250 گرم گوشت چرخ کرده گاو دارم که با یه پیاز کوچیک رنده میزنم روش و ادویه‌جات میخوام بهش اضافه کنم. 2 تا پیاز متوسط دیگه هم خلالی میکنیم و توی مایتابه جدا اینا رو هم سرخ میکنیم. این کار رو انجام بدیم با هم. خب وقتی که حجم کلماتون نصف شد، الان دیگه آب لیمو رو اضافه کنید و بازم وقتی که بازم یه کمی دیگه هم تفتش میدید، یه 10 دقیقه دیگه تفتش بدید. حجمش که کمتر شد یه کمی روغن هم اضافه میکنیم، با روغن هم تفتش میدید، یه کمی سرخش میکنیم، ولی روغن خیلی نباید بریزید، در حد 2 تا قاشق غذاخوری. خب اینو دوباره میذاریم تفتش بدیم، ادویه‌جات گوشتمون هم اضافه میکنیم.
یه قاشق چایخوری زردچوبه بریزین. فلفل من یه قاشق چایخوری میریزم، شما اگه دوست دارید کمتر بریزید. یه کمی ادویه پلویی میریزم. یه قاشق چایخوری هم نمک بزنید. یه کمی من قاشقم کوچیکتر از قاشق چایخوریه، به خاطر همین دوتا ریختم. اینا رو با هم مخلوط کنید و به شکل گلوله های کوچولو کوچولو اندازه از یه فندق بزرگتر، یک کمی از یه فندق بزرگتر. حالا اون مرحلهش هم با هم نگاه میکنید. خب. گوشتاتونه که گلوله کردید، پیاز حلقه حلقه شده اونم که در حال سرخ کردنه، فقط گوشتا رو قشنگ ورز بدید که تمام ادویه‌جات باهاش ترکیب بشه. و اینکه یه چیزی در مورد کلما قبل از اینکه روغن بریزید، هرچی میخواید حجمش کم بشه، باید قبل از اینکه روغن بریزید برای سرخ کردنش بهش زمان بدید. دیگه وقتی روغن میریزید که تفتش بدید با روغن، حجمش کم نمیشه. پس الان من دو قاشق روغنم ریختم، دو قاشق غذاخوری روغن ریختم، یکم هم باش تفت دادم، فعلا میذارمش کنار تا پیازم آماده بشه. پیازم در حال سرخ شدنه. پیازا که طلایی شد و سرخ شد، این گوشتا را بهش اضافه میکنم. یه کمی هم زعفرون دم کنید و اونم زعفرونم نیاز داریم، زعفرونم دم کنید و بذارید کنار تا به وقتش بگم که کی اضافه کنیم. وقتی که سرخ کردن کلمتون تموم شد، من اینجا حدود 100 گرم شوید خورد کرده دارم که بهش اضافه میکنم. اگر سبزیجات تازه استفاده کنید که خیلی بهتره، ولی من که الان شوی دارم. توی پلو کلم از سبزیجات معطر استفاده میکنن. شما میتونید حالا هر سبزی، ترخون، ریحون، شوید، حالا نعنا، هر چیزی که دوست دارید ترکیب کنید و بریزید، ولی من تو این مدلی که درست میکنم شوید فقط میریزم. هر منطقه از ایران پلو کلم های مخصوص خودشو داره. شیراز یه پلو کلم میپزن، اصفهان همینطور، و مدل های مختلفی داره. من هم این مدلشو دارم که خودم تجربه کردم و خوشمزه شده، اینو دارم به شما یاد میدم. پس اینم تفت بدید و بذارید کنار تا گوشت و پیازمونم آماده بشه. پیازمون که در این حد سرخ شد، گوشتا رو بهش اضافه میکنیم. فقط همش بزنید که آب گوشتا خیلی در نیاد و شکلش رو از دست نده. اگه از گوشت گوسفندی استفاده میکنید، مسلما حجمش کمتر میشه تا نسبت به گوشت گاو. یه کمی با همین پیازا تفتش میدیم و بعدن به سبزیجاتمون اضافهش میکنیم. من میخوام که از ترم استفاده کنم و یه کمی خورد کنم با شویدا و کلما تفتش بدم. حالا یه کمی هم تره میریزم. خب بچه، وقتی که میخواید گوشتا رو هم بزنید، زیر و رو کنید، کفگیرتون رو از زیر گوشتا ببرید که توش نزنید، مثل آش هم نزنید که خراب بشه و گوله ها خراب بشه، از زیرش برگردونید. خب من سر پیازچه ها رو
اگر گفتم تره، منظورم تره فرنگی بوده. سر پیازچه ها رو به قسمت گوشتا اضافه کنید و اون قسمت سبز رنگش رو، اینا رو من بذارم روی حرارت دوباره و قسمت سبز رنگش هم به کلممون اضافه میکنیم. ترکیب رنگ قشنگتر میده و اینکه اونجا هم اون سر پیازا هم تفت میخوره با گوشت. یه چیز دیگه، زعفرون رو به این مواد اضافه میکنیم و یک مقدار از، حالا بذاریم دوباره کم تفت بخوره، من دوباره بهتون میگم. خب بچه ها، قبل از اینکه گوشتاتون رو بریزید توی پیازداغ، یه قابلمه بردارید و آب برنج رو بذارید که همزمان همه کاراتون با هم انجام بشه و غذا سریعتر آماده بشه. الان من برنج رو آب کش کردم، گذاشتم قابلمه داغ شده، یه کمی روغن میریزم و میخوام یه کوچولو هم اگر که زردچوبه بریزید رنگ تدییتون قشنگتر میشه. خیلی کم، اندازه یه نوک قاشق چایخوری بریزید، رنگش رو طلایی تر میکنه و خوشگل تر میشه. بذارید روی حرارت داغ بشه. خب حالا موادمونو، یه کمی از گوشتا رو من نگه میدارم واسه یه روی غذا میذارم توی قابلمه، ولی طبقه آخری که برنج ریختم کنار برنج میذارم که تفکیک شده باشه برای روی تزیین برنجم و بقیهش رو مخلوط میکنم با کلم و سبزی. حالا دیگه بسته به میل و سلیقه خودتون هر مقداری که دوست دارید. زعفرون داشتیم، زعفرون هم اینجا اضافه میکنیم. زعفرون آخرین مرحله اضافه میکنیم که عطر و بوش از بین نره. خوب همش بزنید که همه جاش با هم یه طعم و مزه بشه. برنجتون هم، برنج وقتی میخوایم پلو درست بکنیم، چون که پلو موادش خودش کمی آبدار هست، بعد برنج رو یک کمی زنده تر از مواقعی که میخواین برنج سفید درست بکنید برش دارید، یک کمی حالت شکننده تر داشته باشه. خب دیگه الان فکر کنم اینم داغ شده و میتونید سیب زمینی بذارید یا میتونید از تعدیگ نون استفاده کنید. حالا یه لایه برنج بریزید و یه لایه از موادتون رو بریزید. دیگه این کار ادامه میدیم تا موادمون تموم بشه، یه طبقه برنج، یه طبقه از مواد. خب بچه، من مقدار برنج رو فکر کنم فراموش کردم بهتون بگم. 250 گرم برنج من خیس کردم که به اندازه شد دیگه، هم مواد به اندازه شد هم برنج ترکیبش به یک نسبت، یعنی خوب شد دیگه، نه مواد زیادتر داره نه برنج سفید زیاد. پس برنجم 250 گرم. خب دیگه سر قابلمه رو میذاریم تا
20 دقیقه الی نیم ساعت دیگه دم میکشه. پلو کلمه امروزمونم آماده شد. جاتون خالی خیلی خوشمزه شده. تعدیگشم خیلی خوب در اومده. اگر میخواین که تعدیگتون نسوزه، زیر حرارتتون رو نباید تغییر بدید. اولش که روغن رو داغ میکنید، بذارید قشنگ تو روغن داغ سیب زمینی ها رو بذارید و بعد از اینکه برنجتون بخار افتاد، زیرش رو کم کنید، دیگه تعدیگتون نمیسوزه. امیدوارم که از آموزش امروز من خوشتون اومده باشه. اگر که نکته یاد گرفتید و این ویدیو واسهتون مفید بود، برای دوستانتونم بفرستید تا تجربه هامونو به اشتراک بذارید. لطفاً کانال منم سابسکرایب کنید. دوستتون دارم. خداحافظ.